با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شاد و تندرست هستید و با تشکر از توجهتون به برنامه من و از با تشکر از تمام پیغام های پر از محبتتون که در رابطه با سپورتتون هست من واقعا ازتون ممنون هستم و خیلی خوشحال هستم که بتونم و تونستم یه مقدار کمکی در بعضی از زمینه های فکری و روحی و مشکلات و مسائلی که باهاش در به طور روزمره دست و پنجه نرم کنیم کمکی انجام بدم همونطوری که همیشه گفتم برنامه من یک برنامه که جنبه آموزشی داره در رابطه با مسائل مختلف روزمره زندگی که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و مسائل عمده‌ای که از نظر خود من خیلی بیشتر مطرح هستش به خاطر آمارگیری هایی که می در رابطه با مسائلی که دوستان عزیز مراجعه میکنن به آفیس های ما و یا به طور اصولا جهانی مسائلی که در رشته های روانشناسی و روانکاوی آمارگیری هایی که شده که نشون میده که چه مسائلی بیشتر در این دنیای امروزی باهاش مردم دست و پنجه نرم میکنن یکی از مسائلی که آمارها نشون میده در تمام نقاط دنیا بسیار جهانی هستش نشون دهنده اینه که ناراحتی‌های های افسردگی و ناراحتی‌های های پریشانی استراب فکری که همون دپرشن و انگزایتی بهش میگن متاسفانه یک نوع اپیدمی شده در دنیا و در بیشتر آمارگیری هایی که نشون داده شده در مناطق دنیا در, در مناطق مختلف دنیا نشون داده شده که این ناراحتی‌ها ها داره بیشتر و بیشتر میشه بسیار مشخص شده که منبع اصلی ناراحتی های فکری استراب های فکری و پریشانی فکری و ذهنی و روحی در افکار ما انسان ها هستش این به چه معنی هستش؟ این به معنی این هستش که افکار ما نشون دهنده و یک نوع مدرک و یک نوع شاهدی هستش برای اون چه که در زندگیمون اتفاق میفته بیشتر مواقع اون اتفاقی که افتاده بیشتر مواقع اون مسئله ای که باعث یک نوع تکونی در زندگی شده خودش بعد از یه مدتی از بین میره و اصلا دیگه در افکار ما نیست بلکه اون چیزی که باعث نگرانی ها تشویش ها و افسردگی ها شده چیه افکاریه که در رابطه با اون مسئله ما مرتب توی ذهنمون داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم استراب های فکری، پریشان های، پریشانی فکری و انگزایتی یکی از بزرگترین مسائل ناراحتی های روحی و فکری هستش که باهاش دست و پنجه داریم نرم میکنیم و یکی از بزرگترین مواردی هستش که من خودم شخصا و همکاران عزیزم در آفیسامون و مراکز تندرستی و یا درمانی باهاشون مواجه هستیم یکی از پایه و اساس های ناراحتی های فکری استراب های فکری و تشویشی در چیه؟ در اینه که انسان ها بلد نیستن و یا قدرت اینو ندارن که در زمان حال زندگی کنن در زمان حال زندگی کردن یک هنره میگن که هنر در زمان حال زندگی کردن رو باید یاد گرفت در زمان حال زندگی کردن به چه معنی هستش به این معنی هستش که وقتی که شما دارید یک کاری انجام میدید وقتی که در حال رانندگی هستید وقتی که در یک مهمانی هستید وقتی که در کلاس درس هستید بتونید این هنر رو داشته باشید که اونجا باشید همونطور که فیزیکلی جسمن حضور دارید فکرن هم حضور داشته باشید متاسفانه حضور فکری ماه که معمولا وجود نداره مثلا یه مثال براتون بزنم مثلا فرض کنید ما سر کار هستیم وقتی که سر کار هستیم و داریم کار میکنیم و همون روتین نه تا ساعت نه تا پنجمون رو داریم مرتب در فکر تعطیلات هستیم در فکر این هستیم که چرا من تعطیلات ندارم چرا من نتونستم دو روز تعطیلی بگیرم وقتی که در تعطیلات هستیم و از این کارهای روزمره زندگیمون جدا هستیم و دور هستیم و تو یک منطقه دیگه هستیم تمام فکرمون روی اینه که الان سر کار چی شده، کارام رو هم دیگه انباشته شده، مدارک و فایل هام همه مونده یعنی واقعا اگه یه لحظه با انصاف به خودمون فکر کنیم می‌بینیم که ما حضور ذهن و حضور فکر نداریم تمرکز نداریم در زمان حال زندگی نمی کنیم در صورتی که زندگی در زمان حال داره اتفاق می افته. تمام اتفاقات زندگی تمام مسائل روزمره زندگی اون چه که هستی ما هستش در زمان حاله در افکار ما ما مرتب در پیچ و خم اندیشه‌های اندیشه در گذشته هستیم به چه معنی به این معنی که میریم به گذشته فکر میکنیم و میگیم اگر این کار کرده بودم اگر این رو نکرده بودم اگر این حرف رو زده بودم شاید بهتر میشد اگر این حرف رو نزده بودم شاید بهتر میشد و یا می‌ذاریم میریم به آینده چه خواهد شد های آینده در واقع افکاری رو که برای خودمون تولید کردیم نگرانی هایی که برای خودمون تولید کردیم یا مربوط به گذشته است که تمام شده رفته هیچ کاری از دستمون بر یا مربوط به آینده است که هنوز به وجود نیومده بنابراین چه اتفاقی میفته زمان حال رو از دست میدیم زمان حال چیه اون جایی که داریم توش زندگی میکنیم یعنی وقتی که فرض کنید سر میز شام نشستین با خانواده عزیزتون به جای اینکه از اون شام لذت ببریم مرتب در جر و بحث و جدل هستیم با بچه هامون با همسرمون و فکر این که بعد از شام حالا باید غذا تمیز کنم فردا مدرسه چی میشه بچه ها قبلا بچه ها تو مدرسه چی کار کردن اون حضور ذهن بودن در اون زمان حال رو نداریم و متاسفانه خیلی چیزها رو از دست میدیم خیلی از لذت های زندگی رو از دست میدیم یک مثالی هستش که یک داستانی هستش من سعی میکنم خیلی خلاصه و به طور کوتاه بگم که یه نفر داشته مثل اینکه در بیابون راه میرفته یا یه جایی بوده حالا اون زیاد مهم نیست و بعد میرسه به یک منطقه که یه جایی که بهش میگن میتونی اینجا با خدا صحبت کنی حالا وقتی من میگم خدا لازم به توضیح هستش که این میتونه برای هر کسی هر چیزی باشه توی هر مذهبی توی فکری توی هر فکر روحانی خالق خدا اون قدرت بالاتر وقتی که شروع میکنه با این صحبت کردن بهش میگه که من چیکار کنم که انقدر مسترب نباشم من چیکار کنم که انقدر, انقدر تو فکر نباشم تو فکر فکر افکار مخشوش نداشته باشم من دارم بیمار میشم از این افکار مخشوشم و بعد یه صدایی میاد از اون قدرت بالاتر از اون خالق هستی از اون خداوند از هرچی که دوستان اسمش رو بزنین که میگه که فقط اینجا باش الان باش و نفس بکش بعد این میگه می که یعنی چی اینجا باش الان باش نفس بکش دوباره صدا میگه که تو گوش کن به من اینجا باش الان باش و نفس بکش نفس بکش و این همینجور که شروع میکنه تمرکز فکری روی این که الان هست و اینجا هست و نفس میکشه و به نفس کشیدنش تمرکز میکنه افکار پریشانش از بین میره تمام اون افکار گذشتم چی شده آینده میخواد چی بشه از بین میره حواستش روی نفس کشیدنش میره و یه دفعه تمام حالتهای روحیش حالت بلنس و تمرکز پیدا میکنه و واقعیت امر اینه که اگر تمرکز ذهنی داشته باشید اگر اونجایی که هستید در زمان حال اینجا و حالا رو دریابید بسیاری از مسائل فکریمون حل میشه و بعد این مسئله نفس کشیدن الان بسیاری از تحقیقات علمی داره انجام میشه روی این مسئله این که ما چقدر بدون توجه و تمرکز نفس میکشیم اگر تمرکز فکری و ذهنی روی تنفسمون داشته باشیم تنفس یکی از راه های درمان در بسیاری از ناراحتیهای های فکری روحی حتی جسمی الان شما اگر چه دکتر ام برید چه دکتر روانشناس برید یوگا برید کلاس های مدیتیشن برید ورزش برید اولین چیزی که بهتون میگن میگن مایندفول نفس بکشین یعنی چی یعنی با تمرکز ذهن نفس بکشید به نفس کشیدنتون اهمیت بدین من یه ویدیوی رو از آقای اندرو خواهش کردم که برامون بذارن که یه مقدار نشون دهنده اینه که تمرکز, تمرکز و تنفس صحیح چیه اگر که لطف کنین با هم توجه کنیم به این ویدیو ای خیلی کوتاهی هم هست بعد بعد از اینکه این ویدیو رو دیدیم من یه توضیحی در رابطه باهاش ادامه میدم مرسی Here's a simple breathing exercise that you can try at home Allow yourself to lie comfortably on your back and in this position rest your hands on your lower belly Now take a few deep breaths in and out As you do so, try to send the motion of your belly underneath your warm hands, feeling movement, breathing in and out. After a few breaths, move your hands to the middle of your chest. Once again, allow yourself to take a few deep breaths in and out, feeling the movement underneath your hands in the area of your middle chest. After you've allowed yourself a few deep breaths in this position, you can move your hands to your upper chest. And once again, take a few deep breaths and allow yourself to concentrate on sending the movement of your breath underneath your hands in your upper chest. After a few of these deep breaths, you can once again relax, lower your hands to your lower belly. And complete taking a few more deep breaths in your lower belly. This exercise should help you to relax, breathe more deeply, and feel more deeply connected to your breath. تمرین های تنفس بسیار ساده هستش و شما میتونید حتی اگه پنج دقیقه در با پنج دقیقه در روز شروع کنید ویدیوهای مختلفی هستش الان روی اینترنت دسترسی به تمام اینجور ویدیوها و ویدیوهای مختلف زیاد هستش و اگر شما شروع کنید با تمرکز فکری و ذهنی یه مقدار به این تنفساتون اهمیت بدین یه مقدار میتونید خودتون رو آروم کنید وقتی که دارید این ها رو انجام میدید سعی کنید اون تمرکز فکری و ذهنی رو که من راجبش صحبت میکنم که حضور ذهن حضور بودن در اینجا و حالا هستم تمرین کنید یکی از مثال هایی که میتونم بزنم که یه مقدار براتون روشنتر بکنه فرض کنین وقتی که الان داشتم راجعش صحبت میکردم شما سر میز شام هستین داریم با عزیزانتون شام میخورین همسرتون بچه هاتون خوهرتون دوستانتون خیلی مواقع اگه واقعا با خودتون منصف باشین افکارمون هزار و یک جا میره در صورتی که این،, این تمرین رو اگر انجام بدین وقتی فرض کنین دارین با دوستانتون هستین دارین یه چیزی میخورین دارین یه صحبتی میکنین شروع کنین تمرکز داشتن روی اون کاری که انجام میدین تمام حس پنج حس شما در کار هستش حس لمستون حس بویاییتون حس چش... دیدنتون نمیدونم حس تیستتون چشاییتون فکر میکنم میگن اینا همه در کار هستش ولی ما به خاطر این نشخار اندیشه که مرتب توی فکر هستیم مرتب اجازه میدیم افکارمون کنترلمون کنه و توی دنیای افکارمون داریم زندگی میکنیم این دنیای در حال حاضر و دنیایی که وجود داره رو از دست میدیم بنابراین یه مقدار تمرین کنید، فرض کنین وقتی دارین قدم میزنین خیلی ها میرن قدم میزنن این نیم ساعت سروبی که میرن قدم میزنن میان اصلا نمیدونن چی شد گاهی وقتا یه, او یه درخت میبینن پیش خودشون میگن این, این درخته قبلا توی این پارک بوده یا نه دلیلش چیه در که اونجا نبوده توی اون قدم زدنتون نبودین بنابراین وقتی میرین قدم میزنین وقتی میخوام برین راه برین فقط و فقط به اون چیزی که اون که وجود داره نگاه کنید و تمرکز کنید به درخت ها به خیابون به ساختمون ها به رنگ هایی که وجود داره به خودتون توجه کنین به قدم هایی که برمیدارین به بودنتون در اون لحظه وقتی دارید غذا میخورید با تمرکز ذهنی و فکری غذا بخورین نه با نشخار اندیشه با نگرانی اندیشه سعی کنید تمام اون غذایی رو که میخورید ازش لذت ببرید تیست غذاتون شکل غذاتون رنگ غذاتون اینا تمرین هایی که به شما اجازه میده که افکارتون رو کنترل کنید افکارتون رو در واقع نذارید شما رو ببره در گذشته و شما رو ببره در آینده و از زندگی که داره اتفاق میفته چون زندگی فقط اون چیزی که در حال حاضر داره اتفاق میافته شما رو دور کنه باور کنید پایه و اساس افکار پریشان و استراب فکری فقط و فقط در ذهن ما اتفاق میافته. واقعیتش اینه که زندگی پر از بالا پایین شدنه و زندگی خودش مطمئنن وصل هستش به یه مقدار نگرانی ولی وقتی که اون مسائل پیش میاد ما میتونیم با اون مسائل مواجه بشیم و میتونیم با اون برای اون مسائل در واقع راه حل پیدا کنیم تا وقتی که اون مسئله پیش نیومده نگرانی های ما در واقع میدونیم چه میکنه نگرانی های ما باعث میشه که اون اتفاق در واقع بیفته اگر اجازه بدین به چند تا آگهی توجه بکنیم وقتی برگردیم فکر میکنم من چند دقیقه بیشتر وقت نخواهم داشت و سعی میکنم که یک یه جوری برنامه رو با یک یکی دو تا پیغام مثبت‌تر در رابطه با های فکری تموم کنم. I use catheters, and if you do too, please listen carefully to this life changing breakthrough. There is a new catheter that hurts less, and you can get a free sample by calling this number now. Pain and urinary tract infections have been avoided by many of my patients. These new disposable catheters hurt less. It's an incredible new design that reduces pain. The eyelets are polished, so they glide smoothly and effortlessly across your sensitive skin. The old catheters would scrape and cut, causing pain and infections. These new catheters are totally different. So smooth and painless, they changed my life. Call now and get a free sample. Medicare and your insurance will pay for up to 200 of these catheters per month, all at little or no cost to you. Medical Direct Club handles all the paperwork with your doctor and includes lifetime-free shipping when you call and join. Membership is free. Call now and get your free sample and painful cathing today. فصل تابستان نزدیک است و اگر دستگاه خنک کننده شما دچار مشکل شود تحمل گرما سخت خواهد بود برای سرویس سریع دستگاه خنک کننده و یا تعویز آن به دستگاه نو و مصرف برق کمتر با شرکت اکسپرس دایرکت تماس بگیرید شما می توانید با پرداخت ماهیانه فقط 20 تا 40 دلار با توجه به سایز منزلتان صاحب دستگاه نوع خود باشید و هزینه گذافی یک جا پرداخت نکنید. تلفن تماس شرکت اکسپرس دایرکت 905 237 63 29 همچنین شرکت اکسپرس دایرکت می تواند سرویس و یا تعویض دستگاه حرارتی منزل شما را با همین شرایط انجام دهد. 905 237 63 29 با سلام مجدد و تشکرتون از تشکر از توجهتون به برنامه داشتم در رابطه با ناراحتی‌های های فکری تشویش های عصبی و نگرانی ها صحبت می کردم. یه چیزی که خیلی مسلم هست و خوبه که برای هممون بدونیم اینه که اون چی که در زندگی ما بهش تمرکز می کنیم اون چی که روش حواسمون رو روش تمرکز کردیم معمولا اون اتفاق می افته. مثلا فرض کنید من خیلی می که توی مهمونی ها مثلا یه نفر میگه من می که برم به رقصم بیفتم بهش میگم تا حالا توی رقص رقصیدن افتادی میگه نه ولی میترسم که بیفتم یکی دو دفعه که رقصیدم افتادم و در واقع مسئله چیه؟ مسئله اینه این که تمرکزش وقتی که تمرکز من تمرکز حواس من روی نگرانی که دارم از اتفاقی که اصلا نیفتاده و توی فکر خودم دارم این نگرانی رو به وجود میارم چی میشه در حقیقت ام در حقیقت زندگیم همون اتفاق میفته بنابراین شما ببینید قدرت افکار ما چقدر بالاه آیا, این، آیا من در این نشخار اندیشه گم خواهم شد آیا همیشه در گذشته پیچ و خم افکار گذشته خواهم بود که چه کردم چرا نکردم چرا این کار کردم چرا این حرف نزدم آیا همیشه در افکار آینده خواهم بود که چه خواهد شد حالا چه کار باید بکنم و تمرکزم وقتی روی چیزی باشه که تموم شده تمرکزم روی چیزی باشه که اصلا نیومده تمرکزم روی چی نیست تمرکزم روی اون چیزی که در حال حاضر هست نیست و زندگی در حال حاضر زندگی یک روند کنونی هستش بنابراین اگر من در حال حاضر نباشم، اینجا نباشم و حالا نباشم و افکارم روی الان تمرکز نکنم در واقع دارم زندگی ما از دست میدم روزها میاد و میره، شبها میاد و میره من هنوز در افکار خودم قوتور هستم بنابراین اگر شما فکر بکنید یه لحظه و ببینید که چقدر افکار ما و تمرکزی که روی افکارمون داریم اون اهدافی رو که روش داریم روش تمرکز میکنیم چقدر اهمیت داره و چقدر مسائل زندگی میتونه در دست خود من باشه یه مقدار قدرت میده به انسان در این حال یه مقدار آدم میترسونه برای اینکه از حالا بعد باید فکر کنیم که تمرکز من رو چی هستش مثلا تمرکز من من مدرسه دارم میرم تمرکزم فقط روی اینه که تمام فاینالامو خراب میکنم یا تمرکزم روی اینه که وقتی که فاینال دارم میشینم تمرکز میکنم و درس میخونم من توی رابطه فرض کنین عشقی هستم تمام تمرکز من روی اینه که اینو از دست میدم حالا یه اتفاقی بعدی میفته یا اینکه تمرکز من اینه که از اون چیزی که هست الان در حال حاضر لذت ببرم بچه هامون بر فرض کنیم پدر مادرها تمرکزمون روی اینه که آیا آیندهشون چی میشه تمام نگرانی هامون رو به اینها انتقال دادن یا اینکه لذت بردن از اینکه از داشتنشون چون تمام اونهایی که پدر و مادر هستن میدونن که چقدر بچه ها با چشم هم زدن بزرگ شد. شدن و 18 و 19 و 20 ساله شدن و همه میگن اصلا نفهمیدیم چی شد بنابراین ببینید چقدر مهمه که شما در حال حاضر زندگی کنید من فکر میکنم مارک توین بوده که یه مثال یه حرف خیلی قشنگی زده و گفته که من از بسیاری از مشکلات زندگی آگاه هستم از یک قسمت بسیاری از مشکلات زندگی آگاه هستم و بسیاری از مشکلات زندگی رو میشناسم ولی قسمت اعظم این مشکلات هرگز اتفاق نیفتاد چرا چون قسمت اعظم این مشکلات زندگی توی فکر من بوده توی نگرانی های من بوده توی اون پیش هایی بوده که من کردم که هرگز اتفاق نیفتاده بنابراین خودم رو از نحاظ روحی و فکری مریض کردم به خاطر افکاری که پیش وقت پیش نیومده و زمان حال رو از دست دادم وقت برنامه ما داره تموم میشه خیلی سریع اعلام کنم که یک سری کلاس ها و سمینار هایی رو من شروع کردم در رابطه با خودشناسی در رابطه با رشدهای شخصی در رابطه با کنترل استرس و انگزایتی و فکر می کنم آقای اندرو و آقای میچی لطف کردن شماره آفیس رو گذاشتن اه اه 949 262 3200 اگر که مایل هستین در کلاس ها شرکت کنین یا سوال های دیگه دارید در خدمتتون هست. استم. با تشکر از کارگردان عزیزم آقای اندرو و مدیر برنامه مدیر تلویزیون آقای میرچی و با تشکر از همه شما برای توجهتون به برنامه تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارمتون شاد و سلامت باشید